امروز میخوام در مورد بازی هایی که باعث تقویت هوش و حواس کودکان 9 تا 12 ماهه میشه صحبت بکنم که حتما این ویدیو رو ببینید که میتونه بهتون کمک بکنه. اولین بازی که میخوام براتون توضیح بدم بازی هستش که در واقع کودک در این سن باید مفهوم مثلا داخل و خارج، زیر و رو، عقب و جلو، در واقع اینها رو متوجه بشه که اینها در واقع کمک میکنه به تجسم فضای کودک و اون جریانهای مغزیش رو تقویت میکنه. یه دونه کارتون یا یک جعبه خالی مثلا میتونید دست کودک بدین، یکی از اسباب بازیش رو بندازین داخلش و ازش بخواید که اونو پیدا بکنه بده به شما و هر زمان که دستش رو میکنه داخل مثلا شما بگین که اینجا داخل مثلا جعبه هستش، بیرون که میاره مثلا بگین خارج. حالا میتونی این رو به شکل خلاقانه اگر میتونی همراه با شعر و آهنگ هم برای فرزندتون بخونید و در واقع کودک به این طریق این مفاهیم رو یاد میگیره. بازی بعدی که میخوام معرفی بکنم ممکنه بازی مقدار تکراری باشه، توی بچه کوچیک‌تر هم انجام میدیم، این که در واقع اندام‌های مختلف فرزندتون رو لمس میکنید و اسمش رو میگید. لمس کردن حس خوبی به بچه ها میده، تنش هاشون رو کمتر میکنه و همچنین کودک با اسامی در واقع اعضای بدنش آشنا میشه. مثلا یه دفعه انگشتای پاهاشو، انگشتای دستاشو یا پاهاشو، اینا رو میتونین لمس بکنین و اسمش رو هم به کودک یاد بدین. بازی بعدی که توی این سن میتونه به بچه‌ها کمک بکنه بازی های اسباب بازی، مثل اسباب بازی هستش که شبیه تقریبا حلقه هوش هستش که در واقع اسباب بازی چند طبقه بهش میگن، یا مثلا یک میله‌ای داره که بتونه حلقه ها رو داخل اون بندازه. حالا میتونه از کوچیک به بزرگ یا بزرگ به کوچیک یا هر جوری که دوست داره در واقع این حلقه ها رو داخلش بندازه. در واقع بازی کردن کودک با این جور اسباب بازی ها که میتونه روی هم دیگه قرار بده به خلاقیت بچه رو کمک میکنه و اینکه میتونن شیوه های مختلفی رو هم خودشون پیدا بکنن و بخوان مثلا با اونا بازی کنن، مثلا با حلقه ها بازی بکنن یا حالا به شکل مختلفی خودشون از خلاقیتشون میتونن استفاده بکنن. بازی بعدی که باز توی این سن میتونه به بچه رو کمک بکنه اینه که مثلا حالا میتونی از عکس خود فرزندتون استفاده بکنی یا عکس حالا پدر و مادر یا عکسی که حالا آشنا هستش مثلا در جای پنهانش بکنید. مثلا اون جا میتونه جایی باشه که مثلا همیشه پوشکشو دارین عوض می‌کنید، یه جای آشنا باشه. بعد بهش بگیم که حالا بریم مثلا اینو پیداش بکنیم و بریم دنبالش بگرد. در واقع این بازی کمک میکنه که یادگیری کودک تقویت بشه و وقتی که مثلا کودک رو تشویق میکنید که بره دنبالش بگرده، حالا جاهای مختلفی رو بهش پیشنهاد میدید. اول میگیم که مثلا بریم اینجا دنبالش بگرده، اینجا پیدا نشد بریم جای دیگه، چند جا رو میگردیم و بعد در نهایت اگر کودکتون خودش تونست یا چشمش خورد پیداش کرد حتما تشویقش بکنید. بازی بعدی که تا حدودی میتونه در واقع حس کنجکاوی بچه ها رو تحریک بکنه و در واقع یک جورایی مفاهیمش یا ریاضی رو در واقع برای بچه ها آموزش بده و پیش زمینش رو فراهم بکنه اینه که در میتونید دو تا دستتون رو مشت بکنید به طوری که انگشت شستتون داخل قرار بگیره، یعنی زیر بقیه انگشتا، و بعد مثلا حالا اسم اون رو میتونیم بزنیم وروجک و براش مثلا شعر بخونیم، وروجک وروجک مثلا کجایی، نمیای بیرون، میای، بعد میگه چرا میام. بعد کم کم میتونید انگشت شستتون رو از زیر بقیه انگشت رو بیارید بیرون و در واقع کودک رو تشویق میکنید در ادامه که اون هم بتونه این کار رو انجام بده که انگشت شستش رو پنهان میکنه و بعد مجدد در واقع انگشت شستش رو بیاره بیرون. بازی بعدی که باز توی این سن برای بچه ها جذاب هستش اینه که سعی میکنیم مثلا وقتی کودک رو توی این سن حموم میبریم باهاش ارتباط کلامی برقرار کنیم، حتما هرچی بیشتر صحبت بکنیم مهارت های گفتاریش تقویت میشه و اینکه مثلا میتونیم یک جورایی حموم رفتن رو هم براش جذاب بکنیم، مثلا از اسباب بازیش استفاده بکنیم تو حموم باهاش بازی بکنیم یا وقتی مثلا داریم بدنش رو میشوریم لیف میزنیم مثلا اون لیف رو شبیه یک موشی بکنین که بالا و پایین میره و در واقع از این طریق میتونین با کودکتون ارتباط کلامی برقرار بکنین و در واقع یک تجربه شادی رو هم تو همون براش رقم بزنین.
بازی بعدی اینه که سعی بکنید که برای کودکتون بیشتر شعر بخونید. مثلا میتونید کودکتون رو مقابل خودتون بنشونید، دو تا دستاشو بگیرید، برای شعر بخونید، در انتها دستاشو به همدیگه به حالت دست زدن به همدیگه بزنید. موسیقی کمک میکنه که یادگیری بچه ها بیشتر بشه. و یه فعالیت دیگه اینه که برای دندونای کودک مثلا یه شعری از خودتون بسازین، یا اگر شعری دارین براش بخونین. مثلا اول میتونین خودتون دندوناتون رو بهش نشون بدین و بعد زبونتون رو بیرون بیارین، بعد زبونتون رو به دندونای بالایی بزنین و کودک رو تشویق بکنین که اون هم بخواد همین کارها رو بکنه و تقلید بکنه، دندوناش رو نشون بده، زبونش رو بیرون بیاره. این بازی میتونه کمک بکنه که در واقع رابطه شما رو با فرزندتون عمیق‌تر بکنه و یک پیوند عاطفی عمیقی رو باز بین شما و فرزندتون ایجاد بکنه. بازی یا فعالیت بعدی باز توی این سن اینه که کتاب خوندن رو بیشتر جدی بگیرید، حتما براش کتاب بخونید. از کتاب‌هایی که حالا مقوا یا پارچه‌ای هستن میتونید استفاده بکنید و تصاویر ساده دارن، مثلا یک تصویر تو هر صفحه، نام مثلا اون شی یا حالا یا اگر حیوانات هستش حیوان رو بگین، چند مرتبه باید تکرار بکنید و بهتره که کتاب ها رو چندین بار برای فرزندتون بخونین که کامل یاد بگیره. و اگر فکر کردین که مثلا الان دیگه میدونه، میتونی ازش بپرسین، مثلا تو دو تا صفحه ازش بخواین که اون شعر رو به شما نشون بده. در مورد حالا شعر خوندن هم به همین ترتیب هستش. سعی بکنین یه تعدادی از شعرها رو که حالا میدونی فرزندتون هم دوست داره و حس خوبی میگیره، هر روز براش تکرار بکنه و خوندن در واقع مداومت بر خوندن حالا کتاب یا شعر باعث میشه که یادگیری کودک هم تقویت بشه و بتونه بعدها مثلا خودش تقلید بکنه و کم کم یاد بگیره که اون شعر رو مثلا هم برای شما بخونه. و اینکه بچه ها معمولا داستان هایی رو که باعث بشه که احساساتشون تحریک بشه رو بیشتر تو ذهنشون نگه میدارن. مثلا میتونی یک سری تصاویر شاد حالا از مجله ها از روزنامه های مختلف جدا کنین، مثلا روی مقوا بچسبونین، در موردش خودتون داستان براش طراحی بکنین و این باعث میشه که کودک از دیدن اون چهره شادی که تو اون تصویر هستش لذت ببره و اون داستان رو بیشتر تو ذهنش نگه داره. و اینکه تو این سن میتونید کودکتون رو تشویق بکنید که کلماتی که شما میگین رو تقلید بکنه و این لازمش اینه که بیشتر براش تکرار بکنید. و مثلا وقتی حالا در مورد گاو صحبت کردین، گاو چی میگه یا سگ چی میگه، بعد اگر دیدین که خودش تونست بگه حتما تشویقش کنین، بغلش کنین و این در واقع کمک میکنه که بیشتر تشویق بشه که بتونه بیشتر تقلید بکنه و بتونه اونها رو تکرار بکنه. اوایلش ممکنه یک مقدار کندی مسئله پیش بره، ولی وقتی که شما زیاد تکرار بکنید کودک یاد میگیره کم کم که در واقع بتونه از شما هم تقلید بکنه. اینا یه سری از مجموعه بازی ها و فعالیت هایی بود که شاید به ظاهر ساده باشه اما خیلی میتونه به کودکتون تو این سن کمک بکنه، مهارت های زبانیشون رو تقویت کنه و همچنین میزان یادگیری بچه ها رو بالا میبره. حتما این فعالیت هایی که در واقع مربوط به این دوره سنی هستش حتما سعی بکنید با فرزندتون انجام بدین که بیشتر حالا فعالیت ها و مهارت هایی که حالا من میگم خیلی نیاز به استفاده از ابزار خاصی نداره و تنها این هستش که خودتون برای فرزندتون وقت بذارین و بتونین اینها رو باهاش کار بکنین. اگر ویدیو من براتون آموزنده بود و دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک بکنین، برای دوستاتون هم بفرستین، نظری باز دارین میتونین تو قسمت کامنت ها برام بذارین. منتظر ویدیو بعدی من باشین. خدا نگهدار.